شهبانو، پیش از هر چیز از شما بسیار سپاسگزارم که وقت خودتون رو برای گفتگو با رادیوی بین‌المللی فرانسه به ما اختصاص دادید. کتابی که به زودی به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد و پیش از اون به زبان فرانسه منتشر شده، خاطرات دوران نخست زندگی شماست، دوران 40 ساله که بدون تردید با گوشه چشمی به 1001 شب اون رو 1001 روز نامیدید. اگر این خاطرات ادامه پیدا می‌کرد و در واقع 40 سال دوم زندگی شما را هم در بر می‌گرفت، به اون چه نامی می‌دادید؟ اول درود بر شما و به هممیهنانی که ما رو می‌بینند. اگر به این 40 سال اول زندگی هم بعد این 40 سال بعدی هم اضافه می‌کردیم، من فکر می‌کنم همون 1001 روز می‌ذاشتیم. منظورم این است که یا 40 سال دوم زندگی شما تأثیری در دید و نگرش شما به اونچه که در واقع برای زندگی داشتید نداشته؟ بر صورت خب همینجور که میدونید اتفاقاتی که افتاد از موقعی که ایران رو ترک کردیم به قدری مشکل بود و بالا پایین و برای زندگی شخصی خودمون و فرزندانمون و هم میهنان اون چیزی که در ایران میگذره. البته اگر قرار بود که فقط این 41 سال بعد رو می نوشتم که یه مقدار نوشتم، خب خیلی تغییرات در زندگی و در دید و همه این چیزا می داشت. اشاره فرمودید زندگی شما فراز و نشیب‌های بسیاری داشته، فرازهای اون شناخته شده است، ازدواج با پادشاه ایران، بنیانگذاری نهادهای متعدد و گوناگون در زمینه سلامتی، در زمینه حمایت از کودکان، حمایت از زنان که بسیاری از اونها همچنان در ایران فعال هستند. نشیب‌های اون هم شناخته شده است، انقلاب ایران، درگذشت پادشاه ایران و سپس دو فرزند شما. جایگاه این رویدادها در زندگی شما چه هست؟ ببینید، من همیشه سعی می‌کنم که در امروز و به امید فردا زندگی کنم. سعی می‌کنم گذشته رو فکر نکنم. البته نمیگم فکر نمی‌کنم، میاد به فکرم، چون نمیشه برگشت به گذشته. خب سختی‌هایی که کشیده شد وحشتناک بود، ولی به عنوان یک ایرانی، به عنوان حالا خارج از موقعیتی که داشتم اونجا، فکر می‌کنم که باید در زندگی به جلو نگاه کرد و مثبت بود و منفی نبود و همینجور چه میدونم گریه‌زاری نکرد برای اون چیزی که بر خود آدم گذشته. باید آدم فکر کنه چیزای مثبتی که هنوز در زندگیش هست و شکر کنه از اون چیزایی که داره و مثبت باشه در زندگی، نه تنها از لحاظ شخصی خودم بلی از لحاظ موقعیتی که داشتم در ایران. باید مثبت باشم و اینم سعی کنم که این مثبتی رو به هم میهنانم نشون بدم. البته خب میگم اینقدر سختی ها و دشواری های بوده و من تنها نه، این همه هم میهنان که اونا دارن 42 سال چه میکشن، باید امید رو نگه داشت و به آینده با دیدی مثبت نگاه کرد. آیا گاهی فکر نمی کنید که زندگی درباره شما بی‌عدالتی کرده؟ ببینید، من واقعا خب یه چیزای دروغ‌های گفته شده راجع به من، راجع به شاه فقید و نمیدونم یه بی‌عدالتی شده، ولی اون چیزی که مهمه امروز بعد از این 40 چند سال، ببینید موقعی که محبت هممیهنانم رو حس میکنم، حس نمیکنم، میشنوم، برام ایمیل میفرستن، تلفن میزنن، کسانی که دنیا آمدن بعد از این اتفاقات و زمان ما رو ندیدن، اینقدر با محبت صحبت میکنم، فکر میکنم یه عدالتی در زندگی هست که چون که من زندم و اینا رو میشنوم، میتونست این چیزهای یه مقدار مطالب مثبت بعد از مرگ من میامد، ولی الان من زندم میشنوم، هم راجع به خودم هم به خصوص
راجب علازت فقید و باید آدم فکر کنه چه چیزایی داره که مثبت در زندگی و شکرگزار باشه. ببینید من فکر میکنم الان هنوز میتونم راه برم، ببینم، فکر کنم، غذا بخورم، یه جایی دارم بخوابم، یه خونه‌ای دارم زندگی کنم. یه چیزای مثبتی در زندگی هست. اگر بخوام خودم رو مقایسه کنم با این همه بدبختی و بیچارگی که هم در مملکت خودم هست و هم در دنیا، واقعا نباید به خودم اجازه بدم منفی باشم راجع به زندگی. ولی حضرت اشاره به دوران کودکی شما بکنیم، ممکن است بگویید کودکی شما چگونه گذشت، در چه خانواده ای، چه خاطراتی از اون دوران دارید؟ ببینید خاطرات خوبی دارم از بچگی و جوانی، با وجودی که اصلا قابل مقایسه نبود ایرانی که من درش زندگی کردم در اون دوران و تا اون ایرانی که 20 سال به عنوان شهبانوی ایران، ولی خوشحال بودم با وجود که درسته پدرم رو از دست دادم. زندگی خانوادگی داشتیم با خانواده و اصلا حتی چیزایی که قابل مقایسه با امروز نیست الان یه جور یادگاریای مثبت و شیرینه. نمیدونم جوب آب، نمیدونم اتوبوس سوار شدن، قهوه خونه روبروی خونه، سر پل تجریش رفتن، بلال خوردن، نمیدونم تابستونا شمرون رفتن، یه باقی بوده و این ارتباطی که با خانواده و پسر خاله و پسر عمو و دختر خاله و دوستانی که داشتیم، مدرسه هایی که میرفتم، یه یادگاری های خوب دارم از اون دوران. چیز منفی نیست با وجود که خیلی چیزاش قابل مقایسه با بعد نبود. اشاره مختصری فرمودید پدر شما در هنگامی که شما 9 سال داشتید از دنیا رفتند، ایشون در دانشگاه نظامی سنسیر در فرانسه تحصیل کرده بودند. نبود پدر چه تأثیری بر زندگی شما گذاشت؟ خب اثر داشت، همونطوری که در کتابام نوشتم. اون موقع طوری بود که به بچه ها نمی گفتن مثلا پدرشون یا مادرشون از بین رفته و پدر منو به هم مادرم نگفت که از بین رفته، گفته که خارج رفته برای معالجه. بعد من خب بین کسایی که صحبت میکردن در منزل فهمیدم که پدرم از بین رفته و ما یه سوالاتی میکردم از مادرم، میگفتم چرا سیاه پوشیدی، میگفت مثلا یه خالمون از دنیا رفته، بعد میگفتم چرا پس خالم سیاه نمیپوشه، یا چرا اگر خارجه برای ما نامه نمی نویسه. میدونستم که پدرم نیست ولی این سوالا رو از مادرم میکردم. بعد واقعا بعد از 7 سال مادرم به من گفت که، یعنی به روش آورد که پدرم فوت کرده و بعد از 7 سال من تونستم برم. یعنی در 16 سالگی؟ بله، رفتم رو مزار پدرم. البته یادگاری های از پدرم دارم، خیلی کمک میکرد منو برای که فرانسه مشق می‌نوشتم و اینا. بعد یه آدم ساده و ساده که چه عرض کنم، راحتی بود. هیچ چیز یادگاری منفی ازش ندارم که منو دعوا کرده باشه، یه کاری کرده باشه. یادمه مثلا هر دفعه میرفتن بیرون، میامدن شب زیر تختم یه عروسک یه چیزی میذاشتن، خیلی مهربون. و همین گفتم کمک میکردن برای درسای فرانسویم و یه یادگاری خوبی از پدرم دارم. به دوران مدرسه اشاره کردید و همینطور فرانسه. شما نخست در مدرسه ایتالیایی و سپس در مدارس فرانسه زبان تهران، ژان دارک و رازی تحصیل کردید. ارتباط شما با زبان و فرهنگ فرانسه چه هست و چه تأثیری در نگاه شما به ویژه به جهان گذاشته؟ ببینید چون که پدرم در سنسیر تحصیل کرده بود که قبلا در روسیه بودن با کدت سکول آف تسار، که بعد که انقلاب شد آمدن بیرون، فرانسه صحبت میکرد، پدرم بلد بود و علاقمند بود که منم فرانسوی یاد بگیرم. مدرسه ایتالیایی بود که سرای ایتالیایی بودن ولی هم فارسی درس میدادن هم فرانسه. و بعد مدرسه ژان دارک که با سرای
عیسوی بودن، هم فرانسه هم فارسی، و خب خوندن راجع به تاریخ فرانسه، راجع به ادبیات فرانسه، اینا خیلی کمک میکرد، حافظه آدم هم بازتر میکرد. بعد اومد لیسه رازی که بازم مدرسه فرانسوی بود، منتها پسر و دختر با هم تو کلاس بودن اون سه سال آخر. بنابراین دونستن زبون، یه زبون خارجی، زبون فرانسوی، دید آدم رو بازتر میکرد از رمان‌هایی که میخوندیم، تاریخی که میخوندیم. و پیش از اینکه بیام دانشجو بشم در پاریس، پیش آهنگم بودم. سال 1956 بود، آمدیم فرانسه، در چند تا اردوگاه فرانسوی شرکت کردیم. بعد که آمدم پاریس، مدرسه معماری، و خب همیشه سپاسگزارم از مادرم که اجازه داد من بیام، برای که موضوع مال کی آمدم؟ 57. 1957. بله. خب اون موقع میدونی یه دختر تنهای ایرانی بیاد خارج یه داستانایی داشت، ولی همینی که اجازه داد من بیام خارج تحصیل کنم. چرا معماری؟ چون اون موقع معمار خانم خیلی کم بود، ولی من از بچگی دوست داشتم، نقاشی میکردم، خونه میکشیدم. تو خاطراتم نوشتم مثلا تابستونا که شمرون میرفتیم دم جوی آب خونه گلی میساختم، داییمم معمار بود، شاید خونه نقشه میکشید. همه اینا آمدم پاریس برای معماری. بسیار گفته شده و حتی در پاره موارد نوشته شده که شما وقتی تحصیلات معماری در پاریس میکردید، در برخی از تظاهرات ضد رژیم ایران شرکت میکردید، رژیم آن موقع ایران، و حتی نوشته شده که عضو کنفدراسیون دانشجویان بودید. آیا این درسته؟ نه، غلط، غلط، کاملا غلط. برای که خیلی طرفدار پادشاهی بودیم و علاقمند به لذت، و من هیچ وقت یادم نمیره ایشون رو دفعه اولی که از نزدیک تا اندازه، موقعی که بعد از آزادی آذربایجان برگشتن تهران، کنار خونه ما اون کوچه که میرفتیم یه گاراژ بود، ما رفتیم روی پشت بون اون گاراژ که علزت رد میشه ببینیم، و اونجا دست تکون دادیم. و همیشه در منزلمون توی سالن عکس علزت بود، و من یادم اون موقع با ملکه ثریا. اینا رو بعد از این جریانات یه ایده‌ای به دروغ ورداشتن نوشتن، و درست برعکس، برعکس بود. من یادمه مثلا هر دفعه میدویدیم خیابون علیزاده رو ببینیم چقدر خوشحال میشیم، مثلا بندر پهلوی بودیم، ایشون رد شدن، ما رفتیم دست تکون دادیم، ایشون هم ما رو نگاه کردن دست تکون دادن، ما خیلی خوشحال شدیم. بعد میگم این خدا میدونه دروغ‌هایی که نوشتن، میگم که اگر همچی چیزی بود علزت نمیپرسید که خب این دانشجویی که من میخوام بگیرم این چی کاره بود، عقایدش چیه. و اگه من حالا نه تنها گفتن چپگرا، حتی توده‌ای یا کمونیست هم چی. به ازدواج با پادشاه اشاره کردید، شما موقع ازدواج 21 سال داشتید. آیا زندگی پس از ازدواج همون چیزی بود که موقع ازدواج تصور میکردید، یا کاملا متفاوت شد؟ آخه اصلا فکر نمیکردم من از ازدواج به اون زودی. من همیشه فکر میکردم که میرم درس میخونم و میام برای خدمت به مملکت. اون موقع فکر خیلی از جوانا این بود، و اصلا فکر ازدواج نمیکردم. ولی خب موقعی که این اتفاق افتاد، و علازت موقعی که به من گفتن که آیا، یعنی که میخوان با من ازدواج کنن، گفتن که به عنوان ملکه شما مسئولیت‌های زیادی خواهید داشت. خب من به عنوان، چطوری بگم، چون پیشاهنگ بودم و اینجوری تربیت شده بودم، میدونستم که باید خدماتی انجام بدم، ولی نمیتونستم فکر کنم که چه چیزایی هست. ولی خب موقعی که ازدواج کردم، با برخوردی که با هم علاقمند بودم که کار کنم،
میدونید و برخوردی که داشتم با هممیهنانم، مرد و زن و افراد مختلف که میامدن پیش من راجع به مسائل مختلف صحبت میکردن، البته دولت تمام این سازمانهایی برای بهداشت و آموزش و فرهنگ و غیره داشت، ولی خب خیلی سازمانهای خصوصی که ریاست عالیش رو من قبول کردم و خیلی فعالیت‌های مثبتی در زمینه‌های مختلف علمی، دانشگاهی، طبی، محیط زیست، یعنی بیشتر از 40 چند سال پیش ما دنبال محیط زیست بودیم، به خصوص علازت که بخواستن درختکاری بشه و جنگلکاری و اینها. بس بگم که من در یه مدتی این 20 سالی که در ایران بودیم یه زمانی بود که بقیده من مملکت واقعا داشت میرفت پیش و خیلی هم پیش رفته بود و خیلی فعالیت ها شد، نمیگم از طرف مملکت و از طرف پادشاه که خیلی چیزا مهم، ولی از طرف خودم هم تمام این سازمان ها یه کارهای مثبتی شد که خوشبختانه از بین نرفته، خیلی چیزا هنوز وجود داره و همیشه چیزی که من میگم اینی که دانه‌هایی رو که آدم با عشق و ایمان میکاره هیچ وقت خشک نمیشه. شما با ازدواج با پادشاه ایران وارد تاریخ ایران شدید، جایگاه خودتون رو در تاریخ چگونه میبینید؟ سخت من بگم واسه همیهنانم فکر کنم، فکر میکنم به هر صورت جایگاه جالبی دارم و خواهم داشت در تاریخ ایران به عنوان یک زن که موقعی که علازت تاج بر سر من گذاشتن و تاج گذاری کردن و منو به عنوان نیابت سلطنت قبول کردن، هم مجلس هم علازت، خب این در تاریخ ایران یه اثر مثبتی داره و خواهد داشت. چه چیزی از دورانی که ملکه ایران بودید هنوز حاضره؟ وظیفه‌ام نسبت به هممیهنان، با وجودی که اشکالات و مشکلات و چیز زیاده، ولی واقعا از صبح تا شب من به فکر ایران، نمیگم کارهای دیگه نمی کنم، ولی مثلا رادیویی که گوش میدم از صبح تا شب اخبار ایران، موسیقی ایران، ایمیلایی که میگیرم، نامه، تلفن ها، همش ارتباط داره با ایران. هم وظیفه خودم میدونم، هم به عنوان یک ایرانی فکر نمی کنم که دیگه تموم شد و حالا من برم دنبال یک کارهای دیگه. و چه چیزی در مورد همین دوران آزاردهنده است؟ خیلی چیزا، یعنی واقعا اصلا باورم نمیشه، حالم بد میشه، میگم مگه ممکنه یک مملکتی مثل ایران و اون ایرانیانی که من شناختم، نمیگم همه رو میشناختم، ولی خب خیلی سفر کردم در داخل ایران، اینو دیدم، اونو دیدم، روستایی دیدم، کارگر دیدم، چه میدونم روشنفکر دیدم، اینا اصلا اینا چیکار کردن با مغز بعضی از هممیهنان و این مملکتی که اگر این اتفاق نیفتاده بود امروز چی میشد و ثروتی که داشتیم، پیشرفتی که کرده بودیم، هوشی که ایرانیا داشتن، الان مردم گرسنه، کار ندارن، اصلا خونه ندارن، بی عدالتی، اعدام ها، شکنجه ها، بلایی که به سر زنا آوردن، بی احترامی که به زنا، به بچه ها، یعنی اصلا باورم نمیشه اینا چجوری این مردم رو، همه رو نه ولی خیلی ها رو خراب کردن که با هممیهنانشون این کارا رو میکنن. میگم ما مملکتمون مورد حمله بیگانگان قرار گرفته در چندین هزار سال، ولی همیشه ایران ایران موند و هیچ کسی مثل اینایی که خارجی نبودن، ایرانی بودن، از خارجی بدتر کردن به سر ایران. واقعا اصلا یعنی میگم خیلی دردناک اخباری که میشنوم یا چیزایی که میبینم، میگم مگه ممکنه که یه همچی
چیزای شستشوی مغزی کردن و مردم به کجا رسوندن و فسادی که هست و اصلا چطور ممکنه. ولی خب همینطور که همیشه میگم من امید رو از دست نمیدم، برای اینکه با وجود تمام این چیزا واقعا جوانای ایران الان دیگه کم کم فهمیدن ایران چی بوده چی نبوده، چون یه داستانای عجیب غریبی براشون تعریف میکردن تو مدرسه که مثلا ایران چی بوده و مثلا پیش از اسلام مثلا وجود نداشته خلاصه. ولی الان بیشتر و بیشتر مردم دارن میفهمن، یعنی جوونا زن و مرد که چه به سرشون آمده و من هیچ وقت امید از دست نمیدم. انقلاب اسلامی نگرش شما رو آیا نسبت به دین و نسبت به کارگزاران دین عوض کرد؟ خب ببینید معلومه افراد دینی آمدن که مردم رو به راه راست هدایت کنن، توی دینهای مختلف هر کدوم به راه خودشون، ولی اینا به اسم دین آمدن این بدبختی و دروغ و تزویر و ریا و گذاشتن اصلا وحشتناکه. اصلا میگم اینا از کجا در آمدن واقعا؟ ولی خب امیدوارم که تموم شه اینا. اولی عزت، شما رویدادهای انقلاب رو چگونه از سر گذراندید؟ همسر پادشاهی بودید که تخت و تاج خود رو از دست داد، بیمار بود و بنابراین بیش از گذشته نیازمند حضور شما، همون زمان فرزندان شما هنوز نیازمند مادر بودند و دوران سرگردانی هم که شناخته شده است. بسیاری میپندارند که تحمل این همه بر دوش یک نفر بسیار سنگین است. خود شما به این مسئله چگونه مینگرید و اون دوران رو به واقع چگونه طی کردید؟ خوشبختم که میدونستم علزت کی هستن و کی بودن و چه کارهایی برای مملکت کردن. خود منم میدونستم که کی هستم و چی فکر میکنم. نمیگم که آسون بود این چیزایی که راجع به ما میگفتن، ولی نمیخواستم که اونهایی که اینقدر به دروغ و به تزویر و برای سیاست اینقدر بی‌عدالتی و کارهای ضد انسانی میکنن، اونها ما رو از بین ببرن. نمیگم که آسون بود، ولی کارهایی که سرمون آوردن از این مملکت به اون مملکت، بعد چیزایی که گفتن، مطالبی که نوشته میشد و بچه ها که دور بودن اون از همه مشکل تر بود و چی میکشیدن و چی میشنیدن و برصد مبارزه زندگی همینه. آدم باید شکرگزار باشه از اون چیزایی که داره و اگه چیزای منفی هست سعی کنه مبارزه کنه اونا رو بگذرونه. و به عنوان یک ایرانی، برای که خب احترام دارم و برای ایران و ایرانی و تاریخ مملکتمون، میگم علیزادم واقعا اصلا تمام این مدت هیچ گله‌ای از مثلا از هممیهنانشون نکردن، این والاییشون رو نشون میداد، خودشونو پرواز کردن بالای کوچیکی ها و پلیدی ها. فرمودید که اعلی حضرت رو به خوبی میشناختید، بنابراین همین موجب شد که بتوانید این رویدادها رو تحمل کنید. ممکن است چهره پادشاه پیشین ایران رو با کلماتی و جملاتی ترسیم کنید؟ ببینید اعلی حضرت یه انسان واقعی بودن، یک انسان مهربون، با ادب، واقعا علاقه عشقشون ایران بود و تمام کارهایی که میکردن برای پیشبرد ایران و هممیهنان، و کردن کارهایی که کردن. الان مردم بیشتر از بیش میفهمن که چه کارهایی بود. خب اونایی که مخالف بودن سر هر چیز مثبت هم ایراد میگرفتن. بعد واقعا از صبح تا شب فکر ایران بودن. من یادمه که مثلا براشون آب در ایران چقدر مهم بود، اینو چندین بار در جای مختلف گفتم. هر روز صبح میپرسیدم کجا بارون اومده،
موقعی که میگفتم فلانجا بارون اومده ایشون خوشحال میشدن و روحیشون خوب بود و درباری ها اگه یه چیزای خود منفی داشتن اون موقع میگفتم به ایشون. بعد میگم افسوس که نیستم ولی از یه طرف خوشحالم که نیستن که چی به سر ایران اومده از لحاظ آب، از لحاظ خاک، خاک میهنم از بین بردن و دارن میبرن. و میگم تمام فکر ذکرشون از صبح تا شب برای پیشبرد ایران و پیشرفت ایران بود و پدر مهربان چقدر بودن. البته اونجوری وقت نداشتن که زیاد وقت با بچه ها بگذرونن، ولی میپرسیدن که درسشون کجا چیکار میکنن. واقعا یک انسان والایی بودن، انسان والا، برخلاف اون چیزی که دشمنان خواستن از ایشون بسازن. همینی هم که من زندم و میشنوم که بعد از این همه چیزهایی که این افراد در ایران گفتن و میگن و در خارج که مردم الان خیلی ها میگن خدا بیامرزش ها رو، خب این خیلی مهمه تو زندگی من، برای من مثبت، برای بچه هم همینطور که هنوز که تو دنیا هستیم معمولا ممکنه بعد از 100 سال 200 سال قضاوت کنن که فلان رئیس مملکتی چی بود، ولی این در این 40 سال خیلی ها علاقمندیشون رو به شاخ فقید میگن. انقلاب چه چیزی رو در شما تغییر داد؟ یعنی نگاه شما به امور و پدیده ها؟ این چیزی که اتفاق افتاد، چطور ممکنه این جوانای ایرانی روشنفکرا اینا، حالا یه عده مذهبی بودن و زیاده روی میکردن، ولی اصلا چطور اینا دنبالی همچی چیزی رفتن؟ میدونید یه سیستمای مملکتی عوض میشه، یه چیزی بهتر میاد یا یه چیزی نه اینقدر بد، ولی ما از کوروش کبیر به اینا برسیم اصلا چطور ممکنه؟ واقعا اصلا باورم نمیشه. البته میگم به قول فرانسوی با اگرها پاریس میشه گذاشت توی بطری، الان طبیعتا خیلی اگرها تو سر آدم میاد ولی فایده نداره. نمیدونم دیگه، اصلا تعجب میکنم، تعجب میکنم که ایرانی چطور دنبال یه همچی آدم هایی رفتن. با توجه به این مسئله وقتی به وضع امروز ایران نگاه میکنید بیشتر امیدوارید یا ناامید؟ من امیدوارم، برای که همطوری که گفتم با وجود این همه دروغی که گفتن جوانای ایرانی که بعد از این جریانات دنیا آمدن الان میدونن، همشون نمیگم ولی خیلی ها میدونن که چی بود مملکت، چی میتونست بشه و این خیلی مهمه، برای که اینا 42 سال همینجور تبلیغات و مخشویی و هزار جور کارا میکنن و همینی که جوانای زن و مرد به این چیزا فکر میکنن برای من خیلی مهمه. و مهم واقعا قدرت و شهامت زنان ایران که با وجود تمام این فشارها، با تمام این زجر و بی‌عدالتی و بی‌ادبی که نسبت به زن میکنن، اینا هنوز چه قدرتی دارن و تا اونجا که ممکنه دارن مبارزه میکنن. آرزوی شما چیست شهبانو؟ آرزوی من اینه که ایران آزاد بشه، آباد بشه، یک پارچه بمونه، حقوق بشر داشته باشه، جدایی دین از دولت باشه، آزادی زنان باشه و این آرزوی منه و میدونم هم که به این خواهد رسید مملکت اگر منم نباشم. و برای رسیدن به این امید شما به چیست؟ خب امید من به همین تشکل ایرانیان با هم برای ایران و به خاطر ایران، فکر ایران و ایرانی رو بکنه. یک پرسش آخر شهبانو، عمرتون پر دوام باد، اما میخواهید چه از شما بر جای بمونه؟ من ولی چیز بیشتری نمیخوام، همینی که هست تا حالا. خدا سپاسگزارم از هم میهنانم، چون این محبتی که به من نشون میدن
خب به من خیلی قدرت و انرژی میده. میگم همین جوون که بعد از این جریانات دنیا آمده و چه چیزایی تو مدرسه تو کتابش بهش یاد دادن، با من تماس میگیره، ایمیل با پرمحبت میفرسته، اینا همه برای من خیلی مثبته و دیگه من بیش از اینم نمیخوام. خودش خیلی از وقتی که در اختیار ما گذاشتید بسیار بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون و امید روزهای بهتر برای میهن ما.